بیش از 100 نمره زمین تجارتی و عامل منفعه که جزء ملکیت های اداره شهرداری ایراد می شد از سوی مسئولین پیشین شهرداری ایراد مورد دستبرد قرار گرفته و به گونه غیرقانونی به فروش رسیده است. شهردار ایراد می گوید برخی از کتاب ها و اسناد شهرداری مفقود گردیده و برخی نیز تغییر داده شدند. با این حال فعالین مدنی تاکید دارند که شهردار ایراد باید مراقب اسناد مردم باشد تا مجددا مورد دستبرد قرار نگیرد. همکارم سلیم مقیمی این گزارش را تهیه کرده است. دستبرد به اسناد و کتاب‌های اداره شهرداری هرات از سوی یک گروه فاسد. بخشی از کتاب‌ها و اسناد بایگانی اداره شهرداری هرات از سوی یک گروهی که در گذشته در شهرداری فعالیت داشتند مورد دستبرد قرار گرفته و قسمت اعظم این اسناد مفقود شده و یا هم تغییر داده شدند. شهردار هرات با بیان این مطلب می‌گوید بیش از 78 نمره زمین تجارتی و 41 نمره زمین عامل منفعه به صورت غیرقانونی و خودسرانه از سوی کارمندان اسبق شهرداری هرات با بهای بسیار اندک به فروش رسیده است. یک شبکه فاسد دستبرد زده به کتاب‌های اساس شهرداری هرات. بعضی کتاب‌های شما مفقوده، بعضی هم دستکاری شده. 78 نمره تجارتی و 41 نمره عامل منفعه به صورت غیر قانونی و خودسر فروخته شده. از سوی هم فعالین مدنی تاکید می کنند شهردار هرات باید از تجربیات تلخ دوره‌های پیشین درس بگیرد و به افراد سوء استفادگر اجازه ندهد تا با دارایی‌های مردم و بیت المال دستبرد بزنند. فکر میکنم درس خیلی خوبه میشه برای آقای قتالی که بتونن از تجربیات گذشته در نگهداری بهتر اسناد و به خصوص در تنظیم بهتر اسناد که دستبرد زده نشه کوشش زیادتر بکنن. با این حال شماری از باشندگان هرات میگویند شهردار هرات باید قراردادها و اسنادهای موجود در این اداره را مورد بازنگری و بررسی قرار دهد تا بار دیگر تجربه گذشته تکرار نشود. باید آقای قتلی و هر کس که بعد از آقای قتلی هم که میایه به عنوان شهردار از این شهر یا شهروال از این شهر باید جدن متوجه از این مسائل باشه و اینا رو خیلی به حساب عادی و ساده فکر نکنه، به خاطری که ما همیشه ضربه های همین کارا رو بخوردیم. شهردار تمام موضوعات و قراردادهای قبلی و فعلی تماما مورد بررسی قرار بده و اونا را تمیز کنه از هم و همو موضوعاتی که در اختلاس صورت گرفته اونا رو جدی پیگیری بکنه. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که شماری از کارمندان اسبق اداره شهرداری که متهم به فساد اداری بودند پرونده هایشان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. دیده شود که چه زمانی این اداره پولساز از بحران های موجود اداری بیرون خواهد شد.